بنابر گزارش ها روز جمعه انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در شهر کوچک قبه در لیبی 40 کشته بر جای گذاشت. شهر قبه در نزدیکی ترابلوس مرکز دولت رسمی این کشور قرار دارد. شبه نظامیانی که خود را طرفدار گروه موسوم به دولت اسلامی داعش معرفی می کنند مسئولیت این سه بمب گذاری انتحاری را بر عهده گرفتند. مصطفی توسا تحلیلگر مسائل خاورمیانه به یورونیوز میگوید این حمله ها نشانگر پیشرفت های نظامی داعش در لیبی است، یعنی تبدیل کشور دیگری به مرکز درگیری که میتواند به مراکش و سپس اروپا نیز برسد. به نظر می رسد لیبی دارد به صورت کانونی در می آید که جنوب غربی اروپا و مراکش را زیر ضرب قرار خواهد داد. این سومین حمله گروه داعش پس از حمله به هتلی در ترابلوس و نیز کشتن 21 اسیر مسیحی قبطی مصر است. طرفداران داعش آن را تلافی حملات هوایی اخیر مصر به مواضع اسلامگرایان اعلام کردند. روز دوشنبه و در پی سربریدن 21 قبطی مصری، جت‌های جنگنده مصر پایگاه‌های داعش در شهر درنا در لیبی را بمباران کردند.